سلام، امروز به بررسی و شناخت آقای حامد اسماعیلیون، کسی که یک شبه خانواده عزیزش را از او گرفتن و به او تهمت وطن فروشی زدند می‌پردازیم. لطفاً همراه من باشید. حامد اسماعیلیون نویسنده و داستان نویس ایرانی، وی تجربه 17 ساله در دندانپزشکی دارد. از نسل نو نویسندگان ادبیات فارسی است. وی در 21 اسفند ماه سال 1355 در کرمانشاه به دنیا آمده و دوره کودکی و نوجوانی را در همین شهر گذرانده و سال 1374 تا 1379 در تبریز به تحصیل در رشته دندانپزشکی مشغول بوده است. پس از آن مدتی در گلستان و مازندران و در نهایت به مدت 7 سال در تهران زندگی و کار کرده است. همسر حامد اسماعیلیون، وی چند سال پیش با پریسا اقبالیان در دانشگاه آشنا شده و ازدواج کرده و داره یک دختر به نام ریرا بود. پریسا اقبالیان دندان پزشک و همسر نویسنده مشهور ایرانی حامد اسماعیلیون است که در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین به همراه دخترش جان خود را از دست داد. متولد و بزرگ شده در ایران است. دکتر پریسا اقبالیان در سال 2001 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل شد و قبل از مهاجرت به کانادا به مدت 9 سال در ایران مشغول به کار بود. جوایز و افتخارات: اسماعیلیون دارنده جایزه هوشنگ گلشیری، جایزه معتبر و بزرگ نویسندگی و ادبیات ایران است و برای کتاب‌های آویشن قشنگی است و دکتر داتیس میباشد. محل زندگی وی در تورنتو کانادا است و با همسر و دخترش ریرا در این کشور زندگی میکرد که در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی دختر و همسرش را از دست داد. این هواپیما که قرار بود در ساعت 5:15 صبح پرواز داشته باشد، با تأخیر 1 ساعته در ساعت 6:12 صبح به پرواز درآمد که تنها چند دقیقه بعد از پرواز در اطراف شهر جدید پرند سقوط کرد و کلیه مسافران و خدمه پرواز آن جان باختند. او با یادداشتی در 18 دی ماه 1398 در اینترنت احساس خود را به این صورت بیان کرد: برای به خاک سپردن آرزوهای پریسایم، چشمهای ریرایم، عازم تهران هستم. در میان ما 3 نفر عاشقانه های زیادی هست که تا مرگم پیش من خواهد ماند و آن را اون رویا نخواهم کرد. امیدوارم آن روز زودتر برسد. هیچ از چند و چون پرواز اوکراین نمی دانم و می روم که آن چشمان درخشان را به خاک بسپارم. توان پاسخگویی به هیچ پیغامی را ندارم و راهی هیچ ستانم، مرا ببخشید. دکتر حامد اسماعیلیون بعد از تحویل پیکر همسر و دخترش آنها را به کشور کانادا منتقل و به خاک سپارد. ایشان مدتی بعد از سانحه هواپیما سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز PS752 شدند که هدفش دادخواهی و بزرگداشت یاد جان باختگان است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جان باختگان پرواز اوکراینی، اگرچه از گذشته پیگیر موضوعات سیاسی بوده است، اما شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن خانوادهش او را به رهبر یک جریان اعتراضی تبدیل کرد. او گفته است که یک فعال مدنی است، نه یک رهبر سیاسی، و برای اعتراضات در داخل ایران فراخوان نخواهد داد. حامد اسماعیلیون که پیش از این خود کتاب‌هایی را در ایران چاپ کرده است، منتقد عمل کرده خود است و اینک خود را یک نویسنده نانجیب می‌خواند. شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی زندگی اسماعیلیون و تعداد دیگری از خانواده جان باختگان را زیر و رو کرد. او پس از شنیدن این خبر راهی ایران شد
و در فرودگاه فرانکفورت با بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و گفت که در راه تهران است. او با اشاره به شایعات درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی ابراز امیدواری کرد که دلیل این حادثه نقص فنی ممکن است بوده باشد و افزود که این به من آرامش می دهد. اسماعیلیون همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات جمهوری اسلامی نهایت همکاری را برای کشف علت واقعی حادثه داشته باشند و درباره جعبه سیاه بر اساس استانداردهای بین‌المللی رفتار شود. اسماعیلیون گفت که کشف حقیقت تنها چیزی است که به خانواده قربانیان آرامش می‌دهد. حامد اسماعیلیون پس از گذشت 7 روز از فاجعه شلیک به هواپیما در یک پست فیسبوکی نوشت: امروز روز 7 است. وقت آن است که این صفحه را ترک کنید. بعد از 7 دیگر کسی حوصله زاری ندارد. همه می روند و زندگی در جریان است. اما در این صفحه مردی تا ابد خون گریه خواهد کرد. او پس از مدتی چهره اصلی خانواده جانباختگان شد. خودش گفته است که اعضای خانواده جانباختگان اوکراینی پس از برگزاری چند جلسه به این نتیجه رسیدند که باید انجمنی ثبت و اقدامات خود را در قالب آن پیگیری کنند. آقای اسماعیلیون بر سازماندهی و مستندسازی تاکید بسیار دارد و تاکید می کند که هر هفته جلسات و نشست های کمیته های مختلف انجمن برگزار می شود. او گفته است که تمرکز روی هواپیمای اوکراینی است، اما در سخنان خود به دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در قتل مخالفان اشاره می کند. او از جمله سینما رکس به عنوان ماجرای شبیه به هواپیمای اوکراینی نام برده است که خانواده قربانیان عامل را بازداشت می کنند و به قوه قضاییه ایران می سپارند. اما عامران اصلی که در قم و اصفهان زندگی می کردند لاپوشانی می شوند و به اعدام افرادی که بیگناه بودند دست می زنند. او گفته است: بعد از 88 فکر می کردم که دیگر وحشتناکتر از این اقدام نمی توانند بکنند، اما پس از هواپیما و آبان فهمیدم که به هر جنایتی توانا هستند. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. لطفاً برای حمایت کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار.